نخست مخالفت رزمی، سپس مخالفت سیاسی و امروز دیدار دوستانه. اتفاق تازه در سوندی سیاسی افتاد که کم نظیر بود. عبدالله بعد دیدار گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری رفت. این دیدار تصویرهای گوناگون به بیرون داد. شماره از سیاسیون میگویند احتمال قوی بر این وجود دارد که انتخابات ریاست جمهوری در دور نخست برنده نداشته باشد و این دو برای سفارایی برای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری دیدار کردند و پیش از این دیدار هم شماره از اعضای هر دو دست انتخاباتی گفتگوهای داشتند. د ملي ګټو پر اساس ځکه د جنگ تجربه هم شاغل حکمتیار صاحب لیدلې هم شاغل ډاکټر صاحب عبدالله لیدلې نو په جنگ کې خو غیر د ورانوي اوس وزول تیر بل شي نسته بنا نو شکر را دي سرکشن. اما دسته انتخاباتی ثبات همگرایی دیدگاه دیگری دارد. این دسته به این باور است که انتخابات در دور اول برنده دارد و کمیسیون انتخابات اگر روند بازشماری را متوقف کند و نتیجه شفاف از این انتخابات بیرون دهد برنده آنان است. در ضمن میگویند دیدار دو رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و صلح و عدالت اسلامی روی ایجاد یک نظر واحد برای ایستاد شدن در برابر فیصله اخیر کمیسیون انتخابات است. تیم های ثبات و همگرایی و تیم امنیت و عدالت خصوصا رهبریشان دیشب دیدار داشتند که چگونه میتونن که یک نظر واحد را برای پیش برد برنامه هایی که جلوگیری بکنه از فیصله های غیر قانونی کمیسیون انتخابات. بسیاری هم به این باورند که انتخابات اگر قرار باشد به دور دوم برود کمیسیون انتخابات بیدرنگ و بدون وقت کشی مطابق قانون اساسی کشور برای انتخابات دوم آماده شود. دیدن چی بحران تلارسی یا جنجال تلارسی خواه خبر داده چی دوم دور تلارسی. همه دسته های انتخاباتی به این باورند که انتخابات به دور دوم نمی رود و دو دسته پیشتاز هم خواستشان همین است که کمیسیون در همین دور سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری را یک طرفه کند، موردی که دور به نظر می رسد.